به نام خدا. بیننده های عزیز سلام بر شما، امیدوار هستم جور صحتمند و سر حال باشید. عزیزان دل، ما امروز در ولایت باستانی غزنی، مرکز ثقافت جهان اسلام، در زیارتگاه حکیم صاحب صنایع غزنوی قرار داریم. میخواییم در ارتباط به قدامت تاریخی این زیارتگاه معلومات با شما عزیزان انتقال بدیم. امیدوار هستم تا ختم برنامه ما را همراهی کنید. به نام یاد خدا. بنده های عزیز سلام بر شما، امیدوار هستم جور صحتمند و سر حال باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. از آن دل، ما امروز در ولایت غزنی در زیارتگاه حکیم صنایع غزنوی حضور به هم رساندیم. خواستیم در ارتباط به قدامت تاریخی این زیارتگاه معلوماتی به شما انتقال بدیم. امیدوار هستم که تا ختم برنامه امروز ما را همراهی کنین. سلام برادر. سلام علیکم. میشه خود بیشتر معرفی کنین؟ غوث الدین هستم، یکی از شهروندای ولایت غزنی. مدت 7 سال میشه که پدر ما فوت کرد، دیگه هم جایگاه و چوکی زور نصیب ما شده، دیگه 7 سال میشه که من خدمتگار یکیم سید. میشه در مورد پدر مرحومیت بیشتر معلومات بتین و اینکه قبل از پدر بزرگوار شما چی کسانی خدمتگار زیارت حکیم صاحب صنایع غزنوی بودن؟ قبل از پدر ما، خب بابای ما بوده دیگه، به نام محمد جان، دیگه اون مبارک ها این همینجا عمرشان سپری شدن، دیگه پشت سر از پدر ما بوده. باز جای نشین پدر ما اینه 7 سال میشه که یا چیز کم وسیعت تنه ما شده ایم دیگه، فعلا نمی خادم میگی، خدمتگار حکیم صاحب میگی، این همینجا خدمت حکیم صاحب میکنه. خداوند حفظت بکنه. برادر گرامی، میشه در مورد قدامت تاریخی این زیارتگاه معلومات بتین به ما و بیننده های عزیز؟ تاریخ از زیارت، خب قربان شوم، کم و زیاد چیز کم دیگه 1000 سال تاریخ داره حکیم صنایع صاحب. دیگه تقریبا 1000 سال میشه که جامعه بدل کرده. برادر عزیز، ما خوش هستیم که بدانیم در مورد جایگاه و ارزش و مقام شخصیت بزرگ و توانا حکیم صاحب صنایع غزنوی. خب مطمئنین که پدر شما در کل اجداد شما برای شما معلومات داده در مورد شخصیت خود حکیم صاحب. میشه دیدگاه شما را در ارتباط به شخصیتان بزرگوار داشته باشین که واقعا از چی جایگاه نزد مردم برخوردار بود، چگونه شخصیت دینی و معنوی داشت، چگونه شخصیت علمی داشت؟ میشه در این مورد شما معلومات بدین؟ حکیم صنایع صاحب که از قربانشم، بسیار یک رویدار از پیش خداوند، خیلی یک شخصیت بلند رتبه است قربان زشم، که ای از پاکستان، از ایران، از چای ولایت های افغانستان، خب بان از چیزی که ولایت افغانستان است به سلام زمین، به احترام زمین، به خدمت زمین دعا میکنن مردم بسیار از جای دور دور. این ما خود ما شاهد هستیم که این از پاکستان نفر آمده به چندین دفعه که ما از پاکستان آمده مرا یک دعا کنن، دوستای خدا پیش خداوند روی دارم. ما نموز رو عریضه را پیش از وای پیش مونیم که شما پیش خداوند روی دارن، آن خداوند قبول میکنه. وای ناگاه است دیگه، باز این دوستای خدا روی داره پیش خداوند، دیگه مردم از جای دور دور میان. دقیقا این مسئله خیلی مهم است. مردم عزیز ما افغانستان خیلی ها عقیده‌مند هستند، خیلی ها ارادت دارن نسبت به زیارتگاه ها. مطمئنن که حالا هدف تمام ما و شما خداوند جل جلاله است. به هر شکل خلاصه ما خداوند جل جلاله را عبادت میکنیم و مشکل خود را از خداوند جل جلاله مسئلت
میکنیم و استدعا میکنیم. منتها در بعضی موارد آدم میای یک کسی را، یک شخصی را وسیله قرار میده، چون که اونا مبارک هستن، اونا نزدیکتر هستن، اونا محبوبتر هستن نزد خداوند جل جلاله. به هر حال برادر گرامی، یک مورد خیلی مهم است. شخصا حکیم صاحب خودشان سفارش داشتن که یا توصیه داشتن که مقبره مرا شما در اینجا انتخاب کنین. معلوم دار است که برای شما پدرها و اجدادتان قصه کرده این مسئله را. دیگه اینجا جایش بوده، اینجا چلاخانش است. چل شب روزی مبارک باقلی را فقط چرت کده، ما چرت میگه شما میل هستین. بله. امی یک باقلی را در چل شب روزی مبارک تر کده بود. شب روز روزه بوده. دیگه اون پایان چلاخانش است. دیگه چل شب روز داده و چلاخانه تر کده حکیم سنایی سب. دیگه اینا یک شخص بلند رتبه بوده که دو وقت نمیفهمم که نام امی غزنی چی بوده. پیران پیرسه از بغداد باز نام از مبارک به نام حکیم طبیب کیته طبیب است، دوست خداست در فلانی منطقه که در چل شب روز در یک باقلی تر کدم من برم. گفته بود که پیش از او حتما برم. باز پیران پیرسه ده هفت قدم از بغداد اینجا اومد در احترام ازی مبارک که چه رقم یک دوست خداستی مبارک. ده هفت قدم اومد در گذرگاه میگم موبین را درست همینجا استاد شده بود. باز حکیم سب اینجا از چلاخانه در پیش رویش میبراید. باز اینجا دعا داده بود حکیم سب. باز درجه غوثیت از پیش پیران پیر سب گرفت مبارک، درجه غوثیت از پیش زو مبارک گرفته. یکیم بود، طبیب بود، دوا میداد، هر مرض دوا میداد. دیگه با حکم خداوند دیگه از دست زی مبارک ها شافی و کافی بوده دوای طبیبی. بازو مبارک که استداد زیر سعی کرد و خبر شد که یک قسم وقت در چل شب روز در یک باقلی تر کده مبارک عماد سر تپای نور خداوند مبارک سعی کرد سونیزی گفت وله. خب بالاخره نصیب مبارک بود، اما درجه غوثیت از پیش پیران پیرسیم گرفت. واقعا خداوند مغفرت کنه این چنین بزرگوار را. برادر گرامی، شما در مورد قدامت تاریخی زیارتگاه معلومات دادین. خب مطمئنن که در ابتدا به این شکل نبوده ساختمانش. نه. میشه در مورد ترمیم و بازسازی این زیارتگاه معلومات بدیم که ها سهیم بودند و از چندین سال به این طرف به این شکل کامل مجهز در آورده شده؟ مطمئنم در این مورد هم یک مقدار معلومات دارین. نا. میشه با امیده های مشارک بسازین؟ چهار سال تقریبا میشه که زیارت سر از دوباره ترمیم شد. همین گنبز مبارک تا کردن، اونمو گنبز که در پشت سر میبینن اصلی همو گنبازش بود. درست. بازور همو دولت سابقه، دولت اشرف غنی بود به حساب. درست. اونمو تا کده باز گنباز نو بسته کدن از خشت. دیگه اید دوران اشرف غنی که ولی غزنی موسی اکبرزاده بود. در امو زمان ترمیم شد مکمل. ترمیم شد. تقریبا دو ساله کم و زیاد سه ساله اینه در بر گرفت. دیگه در این علاقه رسید مصرف کردن دیگه سه سال میشه که جور شده. مردم تصوف والا بسیار علاقه زیاد دارن. کسانی که مرید استن، دست پیر گرفتن، دامن پیر گرفتن، مرید طایفه، اینجا باز بسیار علاقه زیاد دارن. میانن یعنی اینجا حتی ایتا مخلوق است که از جای دور میگم شو اینجا تر میکنن. شو تاسو اینم اینجا هستن دیگه. پیش از این مبارک شوای شوا تر میکنن. اینه میم شو تو باور کن که از خیلی جای دور برادر از برادرهای پشتون ما بودن. اینه میجا آمد در خیلی وز روزاری که ما ایم شو همینجا هستم که ما شوکیم همینجا هستم روزم هستم. دیگه اینه در شوق علاقه زیاد
اما مردم تصوف والا بسیار علاقه دارن. بسیار خوب برادر گرامی، اینطور شما شاهد صحنه هم هستین که دوستان و خلاصه کسانی که واقعا نیاز دارن و حاجت دارن میاین در این زیارتگاه، حاجتشان برآورده میشه، مریضی خطرناک دارن، مریضیشان بهبود پیدا میکنن. شما یک چند مورد را در ذهنتان هست شاهدی مسئله میباشین؟ ایتا آدم ها میاین اینجا که من 15 سال میشه مثال آرسی کردم خداوند مرا اولاد بده، اولاد ندارم، اینا یک بند برده، یک تعویض یا بند یا اینمی نمک دم شدگی پای دامن یکی مسنوی سی بگرفته، خداوند مهربان شده بعد از 14-15 سال رو میبینی که او رو خداوند اولاد داره. مثال دوم شوق کده آمده یا سال سوم مثال آمده گفته که اینا یکی مسنوی سی دیگه بسیار محبت و شفقتش زیاد شده در موردش که یعنی خیلی کسایی است که مثال کارش جور نیست، میگه روزگارم خراب است، اینجا یک واجت میکنم، یعنی اونم واجتش خداوند توسط زمی دوستای خدا به وز روزداری و ناله خداوند قبول میکنه، میشه به بلکا نفرا همیتو شده دیدیم دیگه نظر گرفتن، دیگه دفعه آمده که پرسانم کده که دیگه نفر کجاست فلانی آدم، یعنی اینجا مثال پار سال نیت یک تعویض بردم یا بند بردم یا یک ذره نمک بردم یا دعا گرفته بودم از پیشش، بازمو نفر این دوات راست پیدا کرده. دقیقا موفق حمایت باشین برادر گرامی. آخرین صحبتهایتان، پیامتان، حرفتان به مردم چی است خلاصه اگر بفرمایید؟ پیام ما، همو گفتار ما، همو چی ما بخش مردم اینمیست که یک دل باشن، یک جان باشن، بله. دست و دست هم بتن که این وطن بخیر جور شود، این وطن از بربادی و دربدری بخیر نجات بیافت، بخیر یک سل و آرامی، فریمانی، ارزانی بخیر بیاید این وطن که کل هموطنان ما بخیر آرام شود. بخیر سلامت باشی برادر گرامی، انشالله موفق باشین، خداوند شما رو حفظ بداره، بخیر باشین. بیننده های عزیز، ای بود معلومات در ارتباط به قدامت تاریخی ای زیارتگاه و شخصیت بی‌نظیر حکیم صاحب صنایع غزنوی و تشکر از شما همچنان که تا آخرین لحظات برنامه امروز ما را همراهی کردین. تا ویدیوهای بعدی و برنامه های جذاب و دیدنی دیگر، خدا حافظ و یار نگهدارتان. بقیه شب و روزتان خوش باد انشالله.